خب سوال سوال این هفته چیه؟ چگونه احساسات و منفی خودمون رو تو رابطه ابراز کنیم؟ اینجوری بهتون بگم، چرا نمیتونیم احساسات و منفی رو تو رابطه ابراز کنیم؟ چون طرفمون ناراحت میشه دیگه؟ ترد میشی؟ دیگه؟ اعتماد به نفس نداریم؟ دیگه؟ یاد نگرفت. عموماً دو تاست. من میگم دو تا مسئله اصلی ما داریم. این جلسه بهشون پرداختیم. دو تا عامل شده میگن. دو تا روی کرده شده. یک. مهارت نداریم. یکیش اینه. عموماً ما بهمون یاد داده نمیشه که چجوری باید اون با کنیم. داستان بشین به تمرگ و به فرمایی دیگه. ما یه احساس منفی داریم. میخوایم به طرف بگیم. مهارتشو نداریم. یعنی کسی یاد نداده که آقا اینجوری باید بگی. اگر احساس منفی داری طرف بابا تو نمیتونه از طرف داشته باشی. یک من میگم برمیگرده به چی؟ به مفاهیم شناختی ما، که این که عمیق‌تره. این راست میگی. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که من نوعی، من میرسدی اصلا فکر میکنم که طرف مقابلم حق نداره احساسات منفیشو برداره بیاره تو رابطه. پس اگر آورد با پشت دست بهش میگم برای چی برداشتی آوردی. یعنی بحث مهارت نیست، بحث شناخت از این موضوعه. حالا با این دو مفهوم میریم داخل نمودار. اولی یکی دو حالت، یکی مهارت نداریم، یکی مشکل شرکت نداریم. مهارت مهارت را بریم داد داریم. مثال دادم برای دیگه، مثلا تو تعاریف من نیست که طرف اجازه داشته باشه احساسات و منفیشو بیاره تو رابطه، که وقتی آورد به پشت دست میزنم که چرا برداشتی آوردی. ما یه نمودار داریم که چهار تا حالت توش پیش میاد. معمولاً تعارضاتی که سر بیان احساسات منفی داریم پس توی این مقصی هست. یکی جرأت ورزیه، یکی همکاری یا مشارکت. درسته؟ چند حالتیش بده مثل معمول؟ مشارکت اینجا زیاد، اینجا کم. ما معمولاً در تعارضاتی که داریم توی یک رابطه یه همچین نموداری برای اون وجود داره. زمانی که من یه احساس منفی دارم، یه آدمی هم که جرأت ورزیم به شدت پایینه، مشارکت یا همتی هم برای حلش ندارم، چه کار میکنیم؟ همکاری هم از طرف ما هم از طرف طرف مقابله. ما حتی خود هم حفظه به همکاری نیستم. من میگم طرف مقابل رو اصلا میزنمش کنار. من میگم آنچه که مربوط طرف مقابله یه موضوع دیگه است. الان این برشو ببینیم. من آدمی هم که تو همه کانفلیکتات و تعارضات رو دورون هست کنم، نمیگم الزامن، من چون اونجا میخوام اساس منفی رو بگم دارم میگم. ولی شما تو همه موضوعاتی که با همسرتون یا با شریک عاطفیتون دارین، وقتی که جرأت ورزیتون پایینه، وقتی که مشارکتتون پایینه، یه مکانیزم بیشتر نداره. چی؟ فرار. فرار، اجتناب. برعکسش، هر جایی تو زندگیتون که فرار میکنید، دو تا مؤلفه در شما وجود نداره. چی هست؟ جرأت ورزی. یعنی هر جا هم توی تعارضاتی که دارید، با فرض اینکه تعارض رو میشناسید. من بعد یعنی میدونی مشکل سر چیه؟ من میگم که این اتفاق میفته. اینو بازش میکنم. زمانی که جرأت ورزیتون زیاده ولی مشارکتی نمیخواید بکنید برای حلش،
داستان چیه؟ دعوا. مرسی دعوا. اینجوری من اسمش رو نگم دعوا. چرا مشارکت یعنی مشارکت نکرده بخاطر این دلیل دوه تعریف ما نیست جانم؟ اولا کسی که دوه حق نداره مشارکت میشه دو تا چیز مختلف داره دیگه من گفت که من هم جرأت ندارم هم تمایلی هم به حلش ندارم تمایلی چرا؟ چون جرأت ندارم نه نه من ممکنه جرأت نداشته باشم خب میرم اینجا دیگه ولی تمایل دارم هر شه روم نمیشه در لفظه صحبت کردم میرسم بهش که چه اتفاقی میفته بس از زیر رقابت میشه چالش؟ این رقابت چالش اون یکی دوستان گفت دعوا یه چیزی شبیه دعوا پیش میاد دیگه درسته؟ طبیعی هم هست دیگه حالا همون داستان شما من جرأت ورزی ندارم تمایل زیادی به حلش دارم چی میشه؟ خودخوری جای گریه کرد خودخوری محصولشه هرس خوری نه هرس میخوری؟ وقتی که مجبوری؟ مجبورم دیگه من جرأتشو ندارم ولی میخوام قضیه حلشه چیکار میکنم؟ تار میدم دیگه مجبورم سازش میکنم رقابت چی؟ رقابت و چالش نوشتم حالا دو تا مسئله اصلی که داریم چالش شما شما بگیم جرأت ورزیم خیلی بالاست مذاکره میشه گفت مذاکره میکنیم سرش عربازه که نگه این بهتره این بدتره بهتر و بدتر نداریم من شیوهی که شما به حل اون موضوع میپردازی رو دارم راجع بهش صحبت میکنم بهتره آقا شما یه راه درسته چون بگم اگر راه درسته سوال زهرا راه حلش برای موضوعاتش چیه؟ رقابت کجا؟ رقابت من اگه بگم این درسته تو ناراحت میشی؟ هم نمیتونی دیگه مثلا همینه من میگم که راهش اینه که تو 1 میلیارد پول داشته باشی و تو هم نداری چی میشه؟ افسردت میکنم دیگه مگه غیر از اینه مثل اینه که من میگم که آره تو تحصیلاتت خوبه ولی قانون بهت اجازه نمیده تو دکترا بخونی ناراحت میشی دیگه چون ببین بحث جرأت ورزی و مشارکت چیزی نیست که من بگم که خب از فردا ما هممون تصمیم میگیریم آدم ها جرأت ورزی باشیم میرسم بهش این اصلا هم جرأت ورزی رو یک کوچولو بازش میکنم هم مشارکت رو باز میکنم که ویل اراده ما برای حل یک موضوع چه شکلیه درسته؟ حالا یه اتفاقی میفته آیا ما واقعا همه مون در اوج یا پایین این قضیه ایم؟ در شرایط ما در شرایط مختلف در تعامل با آدم‌های مختلف فرق کنیم من جلوی خانواده‌ام ممکنه شیر باشم جلوی با مامانم پلنگم جلوی دوست پسر دوست دخترم چیم؟ موش من عالم آدم رو میخورم ازم میترسن خب؟ ولی جلوی دوست دخترم دوست پسرم من آقای جناب کار من عالم آدم رو به هم میبافم ولی جلوی دوست دخترم دوست پسرم چی نیست؟ در حدی مایی گولی هم هر که دشخواست پس این وقتی منظر نیست یا بحث مشارکت من ممکنه تو خونه از جون و دل مشارکت کنم ولی جلوی دوست پسرم تو بگو ذره‌ای تو خونه همه سوار من پولی میدم میبرم میارم تو بگو با رفیقام ذره ای من همت این داشت یا اراده ای بر این موضوع داشته باشم پس اینجا یه مؤلفه دیگه من خواه نخواه به این قضیه اضافه میکنم که اینجا دیده نمیشه که تو بعد بعدیش میاد یک تکنیکه
باز بحثش میدم. من ممکنه انجوری پدرم، جوری دوست دخترم، جوری دوست پسرم، شیرم، ولی نمیدونم چرا تو اداره رئیسم که میگه چه میدونم بالا چشه ابرو، رئیسم که یک ماه حقوقم رو نمیده، جرأت ندارم بهش بگم کو حقوقم. من سوار عالم آدم میشم ولی استاد آخر کلاس خب کیلو کیلو نمره منو میخوره، من جرأت ندارم بگم که چی؟ استاد چرا این ناعدالتی رو انجام میده؟ پس شرایط هست، شرایطی که اصطلاحا من میگم که کیه؟ طرف مقابل. اما واقعیت اینه که طرف مقابل هیچ کاره است. طرف مقابل چیه؟ برای ما یک نماده، درسته یا نه؟ طرف مقابل استاد من، استاد من که نیست که، نماد یه چیزیه که من جرأت ندارم پیش اون آدم خودم باشم، جرأت ندارم بهش بگم که نمره منو به هم بده، جرأت ندارم بگم آقا مثلا من 6 ماه حقوق نگرفتم چی شد تکلیف این حقوق، چرا جرأت ندارم؟ میترسم، ترس دارم از چی؟ میخونم الان، پس چون میترسم میخوام اینو پاک نکنم، میترسم قضاوتم کنه، میترسم طرد بشم، درسته؟ میرسم بهش که دقیقا کجا آتم پاک کنم چون خواهد اینا رو لیست کنم توش. موضوع اول که من داستان چیه؟ رقابته. تو رقابت گفتیم که چی بالاست؟ جرأتمون زیاده، مشارکتمون کمه. تو رقابت چجوری باید ما احساسات منفی خودمون رو نشون بدیم؟ یا اصلا چجوری نشون میدیم؟ مفهوم رقابت، مفهوم جنگ یعنی چیه؟ من زمانی که رقابت دارم یعنی یا برندم یا بازندم، پس تمام تلاشم یه چیه؟ به تخریب طرف مقابل، کسب حد اکثری امتیاز. یعنی من توی حالت رقابتی که ما پیش میاد دارم اون هدفمون چون شکست دادن طرف مقابله، از هر سلاحی استفاده میکنیم تا طرف مقابل رو چه کنیم؟ تخریب کنیم یا نابودش کنیم. بذاریم مثال بزنیم، یک داوطلبی که میخواد احساس منفی شده باید نشون بزنیم، خب احساس منفی نشون بده، یکی چیز پیدا کن مثلا بده یک سابجکتی، من یک کاری کردم و تو احساس منفی تو قرار دادم شد. من دیر اومدم، من نمیدونم یک کار رو میکردم نکردم، مثلا این که آره من فرط قرد که میخواستم مثلا صحبت خواستم بکنم، شما میخواد نباشید من صحبت کنم، حتی احساس منفی نبود، ولی فرض کنم احساس منفی تو توش گفتی، یعنی درخواست تو خیلی پرخاشگرانه من گفتی، من اگر آدم جرأت‌ورزی باشم و دنبال حل کردن موضوع نیستم چون مشارکتم به شدت پایینه، چیکار میکنم؟ بهت حمله میکنم، بی‌عرضگی خودته و مطرح میکنم. فرض میکنم تو هم ببخشی، فرض میکنم تو هم جرأت‌ورزیت بالایه، تو چیکار میکنی؟ میگم که خودت گرزه نمیتونم
خودش بود تو جایگاه استادی خرابش کرد. این بود مثلا تو جایگاه شما نباشی. نه هم من آزاد بوده هم بچه ها داشتن. حتی هم بخواستم صحبت کنن فری گفت یه نفری بودن. نه نه این مشکل تو بود. یعنی چرا؟ چون من همه تلاشم اینه که تو رو تحقیر کنم، کوچیکت کنم و خلع سلاحت کنم. پس نمیذارم جلو بری. یکی سال داشتم. اما شما فرمودید جرأت ورزی چون من میگم اینجوریه. چون هدفم مشارکت برای حل موضوع نیست. اگرسیبه. چرا؟ چون من نمیخوام که مثلم حل شه که. من که نمیخوام به موضوع چیز کنم. اینجا جرأت ورزی من شکل چی به خودش میگیره؟ به خاطر همین رقابت پیش میاد. انگار میخوام روی طرفمو کم کنم. انگار میخوام طرفمو زمین بزنم. تو بسیاری از روابط ما دیالوگهایی که بین دو طرف وجود داره جنبه رقابت داره. یه اصطلاح داریم میگیم که مثلا مالکی بهتره. درسته؟ یعنی انگار که مثلا دیگاه میکنیم دیالوگ دو تا مثلا زن و شوهر مثلا یا دو تا رفیق تش احساس میکنه که دارن اثبات میکنن که چی؟ مال من بهتره، من برحقم، من درست میگم. و چون جرأت ورزی هم دارن هر دوتاشون فرضاً بر اینه دعواست دیگه، چالشه. بزن نه عموماً به سازش هم ممکنه خرق نشه. خب ممکنه کات کنن. درسته؟ یا نه مثل رقابت دیگه یه جایی صلح میکنیم بر سر مواضع قبلی ولی چیز هست، یعنی آتش بس میکنیم ولی شرایط جنگیه. دفعه بعد ادامهشون بیریم جلو. آره یه نفسی به قول حساب میگیریم بعد دوباره تا دفعه بعد. بعد چرا؟ چون ما تو موضوعات مختلف زندگی ممکنه این آدم ها با هم چالش داشته باشن. اتفاقی که میفته چون دعواهای متعددی توش وجود داره اینجا صلح میکنیم مثل کشور دیگه میریم توی مرزهای غربی شروع میکنیم به جنگیدن با هم مثلا یه موضوع دیگه. اونجا خسته میشیم مرز غربی که مثلا میگه مثلا رابطه با مامان بابای من. بعد اونجا که صلح کردیم میام دعوا میکنیم بر سر رفتارم با مامان بابای تو. اونجا هم به جای دو جای جلو میبریم یه مقدار دیگه زخمی میکنیم بعد میگیم جنگ بر سر این که کی چقدر بعد پول بذاره تو خونه. و این جنگ ادامه پیدا میکنه تا کجا؟ تا یکی برنده بشه. و چون برنده هم نداره جنگ همیشه ادامه داره. الزامن نه ازامن نه. من ممکنه حتی ما خیلی وقتها چون ببین ما از الگو خیلی نمیتونیم خارج شیم. من ممکنه توی مرزهای شمالی با تو کوتاه میام تو فکر میکنی داری پیشروی میکنی من زورم میزنم روی مرزهای کجا جنوبی. یعنی عملا من با تو به سور نرسیدم سر اون مرزها و اون پیشروی تو معنیش این نیست که تو برنده شدی. من دارم جای دیگه به سمت چیز دیگه پیشروی میکنم. چرا؟ چون من احساس هم اینه که خب اوکی من میخوام توازن رو توی رقابت برقرار کنم. من نمیتونم توی موضعی که رقابت همیشه بازنده باشم. باید برنده باشم. حتی اگر من نتونم توی زندگیم این تعادل رو برقرار کنم کجا برقرارش میکنم؟ تو روابط دیگه. حتی میگم من ممکنه توی دیالوگ با همسرم من همیشه چیم؟ شکست میخورم. چرا؟ چون اون مثلا چه میدونم برحق صحبت میکنه. من ممکنه تو کامیونیتی که خارج از خونه قرار داره جلوی پدر مادرش که معذبه انتقام ما ازش بگیرم. یعنی میفهمم که جلوی پدر مادرش معذبه من اونجا دویش عقب بودم بذار الان مصادیش بکنم. خب و یعنی انگار که مثل یارکشی میمونه توی این پروسه ها یا تو کامیونیتی دوستیشون به شکل ظریفی طرفش رو میکنم تخریبش میکنم. آره دیگه رقابت همه مفاهیم رقابت توی پروسه وجود داره. من آدم جرأت‌ورز رقابت انتخاب میکنه. یعنی آدم جرأت‌ورزی که بخواد بگذر از این موضوعی نداره جرأتشو داره ولی نمیخواد این بابشه با این موضوعی. یعنی بابشه من میگم یه مشکلی داری شما تو زندگیتون بر سر چی؟ مثلا بر سره این که من میام با وادی خونه ای داشته باشیم که ماهی 2 میلیون اجاره‌اش باشه 30 میلیون پیش
تو میگی نه در شأن من نیست، باید بریم یه جایی که 60 میلیون راه داشته باشه و مثلا 4 میلیون. منم جرات واسه تو هم جرات واسه چیکار می‌کنی؟ من تو چقدر داری شد نداره. من میگم آقا برادومه راه حلش نباشی، چه کار میکنی بهش باشیم، اینکه اونا با هم به کجا میرسن شاید رفتن قرض کردن. من رقابت انتخاب میکنی، نه جرأت ورزی که مشارکتی برای حل موضوع نداره. ببین من اگه بخوام، من میگم که ما یه مسئله داریم مثل همون خونه اجاره کردن، من جرأت ورزم، یعنی میخوام بگم که حرف تو غلطه، من میخوام به تو فشار بیارم که تو اشتباه میکنی. بعد وقتی میگم قصد مشارکت نیست، یعنی چی؟ از موازه هم کوتاه نمیام. خب من از موازه هم کوتاه نمیام، تو هم از موازه کوتاه نمیام، چی میشه؟ جنگ میشه دیگه. اونجا که دوستمون گفت دعوا میشه، آره تو رقابت دعوا زیاد پیش میاد، چون بالاخره باید یه برنده این وسط داشته باشه، چون نمیشه که تو بیابون زندگی کنیم که بالاخره یا میریم خونه که تو میگی یا میریم خونه که من میگم. اینجاست جنگ میشه و من نمیخوام بپذیرم تو چی جانب تو. تو این پروسه نه، ببین تو این پروسه ما به سوال میرم جلو. بذار من چهار تا رو بگم بعد میگم که این هست چجوری اول ببینیمش تو زندگی، بعد راه حلش اینو چی. بعدی اجتناب. اجتناب میتونه فرارم باشه. جرأت چقدر بود؟ مشارکت چقدر بود؟ ما چیکار میکنیم تو این موضوع؟ معمولا فرار میکنیم، خشم اینو سرکوب میکنیم، سرکوب به خشم، هرچند با سرکوب باشه که معنی نداره، خشم اونو سرکوب میکنیم. یه اتفاق میفته، اون چیزی که آزاردهنده هست ما اینجا موضع منفعل میگیریم، اون چیزی که به زندگی شما آسیب میزنه اینه. چرا؟ مثل موضع خونه، هر زمان راجبش قرار صحبت کنیم من چیکار میکنم؟ میذارم میرم، تفره میرم، موضوع رو عوض میکنم، به موضوع نمیپردازم، تمایلی برای حلش ندارم، یه دلیلی پیدا میکنم که راجبش صحبت نکنیم. الان که وقتش نیم، خب الان که پول نداریم، الان که نمیخوایم جا بجاشیم، فلان موضوع مهمتره راجب اون صحبت کنیم. پس من به شکل‌های مختلفی از مواجه شدن با اون پوزیشن یا موقعیت اجتناب میکنم، تمایل به حل شدنش ندارم دیگه. کجا؟ شاید میترسه. چرا نه؟ نگاه، این که چراشو میگیم باز بعد برم جلوتر بدونم که اصلا چرا جرأت ورزی نداره. این آدم جرأت ورزی نداره دیگه، نمیخوادم موضوع حل شه. من میگم نه، شما جرأتشو داری به موضوع بپردازی، نه تمایلی داری که موضوع حل بشه. خب چه چیزی میمونه این مثلا؟ چون میترسه تو مثلا جرأت داشته باشه میخواد حل شه موضوع. خب دیگه اینجا نمیاد، تو این دوتا نیست دیگه، این دوتا زمانیه. بذارید من این چهارتا رو بگم یه بار، بعد شما بگید که کجوم چه حالتی ممکنه پیش بیاد که تو اینا نباشه. ببخشید، یعنی تو این حالت میترسه که بازنده بشه، به خاطر همین اجتناب میکنم. کلن جو آدم جرأت ورز چرا میترسه؟ از باخت میترسه. اونی که جرأت ورزش پایینه میترسه ببازه، میترسه طرد بشه، میترسه که شکست بخوره، میترسه که راجبش قضاوت بشه، میترسه راجب از دست بده، کلن پس میترسه چون جرأت ورزی پایینه. مشارکت هم نمیکنه. چرا مشارکت نمیکنه؟ کی میشه شما مشارکتتون پایینه؟ احتمال شکست منافع ممکنه منافع منم توش باشه. نه، ما زمانی مشارکتمون میاد پایین که کودک هستیم و مسئولیتی رو متوجه خودمون زمانی که من احساس میکنم مسئولیتی متوجه من نیست، من چرا باید تو خونه ای که میخواد جامعه جا بشه که بار مسئولیتی داره بخوام مشارکت کنم؟ درسته؟ چرا من بخوام تلاش کنم یه مسئله ای که مربوط به چه میدونم مثلا انتخاب مدرسه بچه‌مه که البته بار مالی مصب داره، چون اگه
چون ببین اجازه من میپذیرم، میگم هرچی تو بگی، من میگم که نه، نه میخوام پولش اضافه کنم، نه میخوام تو تصمیم گیری مشارکت داشته باشم. من مثلا عقیم میمونه دیگه، میدونی انگار که یه معادله ای میخوایم حل کنیم که نمیتونیم راجعش صحبت کنیم. بعدی چی بود؟ مثلا سازش چی بود جورت رزی؟ این سازشگاه چون تو ایران زیاد داریم، فرهنگش زیاده، اینو خیلی دارن. آفرین. چه اتفاقی میفته داخل سازش؟ فرقش با بالایی چیه؟ مشارکت رو داریم ولی فقط من تن شدم از خودمون بگیم. آفرین، تن میدیم به موضوع بدون اینکه رضایت داشته باشه. چی اینجا موج میزنه؟ بازم موضوع خونه. قرار جابجا بشیم، قرار من همه حقوق ماهانه رو بذارم بابت موضوع، اما جرأت ندارم مخالفت کنم. میام چیکار میکنم؟ حداکثر مشارکت رو نشون میدم، اما رضایتی از این اتفاق ندارم. چی پیش میاد؟ خشم. کی جبران میکنم سازش رو؟ من همش دنبال این انتقامه، اما چون جرأتش رو ندارم به شکل مستقیم از این آدم انتقام بگیرم، چیکار میکنم؟ آفرین. جای دیگه نه، با این آدم هم ندیگه، چون با این آدم که گفتم جرأتش رو ندارم، به شکلهای دیگه توی روابطم با این آدم یا وابستگان نزدیک این آدم یا چیزهای مورد علاقه این آدم انتقام خودم رو میگیرم. از این براو، یعنی حتی اگه مستقیم هم نتونم باشم چیز کنار بیام، چون بیان با این آدم که جرأتش رو اصلا ندارم، با این آدم رو بروشم. نمیتونم بگم کجا کات میشه، زبانی میتونم بگم کات میشه که یکی ببره، نه بگم که خشم تقویه نشه. بیرسم بهش، چون ببینید من اصلا میگم شاید تو دنبال سازشی هستن، شاید تو اصلا دنبال رقابتی، تو اصلا دنبال این دعوا هستی، این دعوا به زندگی داره گوه میده. چون چه دلیل داره؟ خب تو خیلی از روابط هست که یکی تو سری خود اون یکی دیگه هست، مثل برده میمونه، حتی برای راضیه، حتی وقتی باش صحبت بکنی طرف میگه که از طرف از زنش مثلا یک تیولا میسازه، بعد خب چرا ولش نمی‌کنی؟ تنش ول نمی‌کنه ولی هیولاها رو می‌سازه. انگار این ساختن این هیولا کارکرد داره واسه اون آدم. خانم اجازه نمیده. موافقت نمی‌کنه. هر شب با تک هم می‌زنه. هر شب اون توی داغ می‌زنه بشن. مثلا فلفل می‌ریزه در حیات. ولی با این حال طرف از رابطه بیرون صد فقط طرز تنهایی میتونه باشه. جان، خیلی چیزا میتونه باشه. نمی‌خوام دلیل یک اسپسیفیک بخوام بگم فقط فلان موضوع، نه، ممکن داده چیز باشه، در لیه متفاوتی داشته باشه. نوعی بعدی چی بود؟ همکاری. حالا مذاکره دیگه. جرم از بعدی چی؟ مشارکت؟ باشترم که روابط عاطفی معمولا این زیاد نمی‌بینیم. شاید کجا می‌بینیم؟ پیر شدن. آدمایی که سن و سالشون میره بالاتر اینجوری‌تر. انرژی ندارن. آره، اشتباه می‌کنن. ولی معمولا میگم چون جرأت ورزی و مشارکت بالا یه پختگی خاصی می‌خواد در شما که هم جرأت ورزی داشته باشی، هم تمایل به حل این موضوع داشته باشی. وقتی میگیم مشارکت یعنی ما طرف مقابل میاد پاش وسط، طرف مقابل برای ما مهم میشه. چرا؟ چون به عنوان یه آدمی که قراره تو این تصمیم گیری کنار ما باشه، حقش، رأیش و احساسش یعنی اصلا چی بگیم؟ صاحب صف بگیم،
مهم تلقی میشه. درسته؟ چی بیشتر دیده میشه توی این روابط؟ آرامش، صمیمیت خیلی دیده میشه، آرامش خیلی دیده میشه. ببینید بحث دارن، اما اینجور نیست که این روابط بحث نداشته باشه. چرا؟ زیاد هم بحث داره، ولی عموما توی این موارد یه چیزی که شکایت زیادی که میشه توی حضرت که اینجور این محوره، یه نوع بی‌تفاوتی هم دیده میشه. بهش میگم بی‌تفاوتی احساسی. یعنی ما میگیم که ظاهراً خیلی وقت‌ها چرا احتمال کنن آدم ها، چون الان همه ما فرض میگیم ما همه آدم سالم نیستیم که اگه طرف بیاد خونه بگه که من میخوام بعد از ظهر برم خونه پدر مامانم اینا، و طرف بگه خب برو، خیلی وقت‌ها طرف تعجب میکنه. خیلی یعنی آماده نیست که بشنه خب برو. اوکی، چه اتفاقی میفته؟ طرف میاد، خیلی جالب بود، یک مثلا کلیسی رو مثال بزنم که میومد میگفت که من یه مشکل جدی دارم با همسرم. چرا؟ میگه آقا من نمیتونم این آدم رو تحریک کنم که مراقب، یعنی مراقب من باشه، رو غیرت داشته باشه، یواشکی تلفنی صحبت میکنم تو خونه، علکی میگم مثلا مامانم زنگ میزنه که مثلا طرف هم چیز بشه، احساس کنید که خب آقا مثلا مردت داره چیز میکنه، یعنی حواست هست، مثلا اسمس که میاد مثلا مامان هم فرستاده، ولی در حالی که شاید خیلی از ما بگیم که میگیم که خوبه که خب طرف چقدر اعتماد داره، ولی طرف میگه من از این همه اعتماد بیزارم، من این همه اعتماد رو نمیخوام، من میخوام طرف چیکار کنه؟ آره یه کوچولو فکر کنه ممکنه من برم، آقا ممکنه من با کسی دیگه هم رابطه داشته باشم. میگو من اسمس ها مثلا اسمس بازی میکردم با یه خانومی تو دفترمون، مثلا یه خانوم مثلا 90 ساله خب اون که نمیدونه 90 سالشه، که مثلا اسمس بازی میکردم باهاش، میگو اونم دو چهار تا تفاهم شده بود، مثلا برای چی اینو اسمس میزنه، و این پاک نمیکردم که این ببینه، مثلا میگو دیده بود و بعد هیچ بازخوردی من نداره، و بعد شاکی بود، میگو این سن تمام این زندگی بی فایده نداره، این به جایی نمیرسه. نه تعریف من میگه که این آدم شکایتش چیه، میگه که چرا همسر من نمیترسه من برم از این رابطه، همسرش این کار میکنه، اعتماد 100 درصد داره، خانومه 100 درصد مطمئنه که این آدم نمیره، یا حالا موارد مشابهش رو بگم، آفرین، خودش ممکنه حواسش جای دیگه باشه و اصلا براش مهم نیست که تو بری یا نری. یه حالت سوم هم ممکنه وجود داشته باشه، اهمیتی نداره، آفرین، اهمیتی نداره، خب اهمیتی مهم، تا تشویق هم بکنه، خب تو راه شما تو راهتی تشویق کنیم، این که من قضاوت کنم بگم کدومشه موضوع ما نیست، بخوام ریزشم داخلش، ولی میخوام بگم که وقتی که ما میگیم مذاکره همیشه همه چیز با منطق جلو میره، مثل که ما بعضی موقع بعدمون هم نمیاد که ایموشن این وسط باشه، دعوایی بشه، خب و حتی میفهمیم که دعوای طرف ما چقدر جدیه. مثلا یه چیزی هست توی یه کلیپی هست مثلا مال سریال چیزه پایتخته که زنه داره دعوا میکنه دو تا بچه‌ها رو سارا و میکا رو فکر کنن، بعد میگه تو همه چیزی بگو مرد، مثلا مثلا این همه چیزش این بود که مثلا بمقام قسمت تنزش ما چیز میکنیم، که یعنی همه واکنشت همین بود، ما تو را... نه دیگه خانم ها شاکی شد که آها مرده مرده احساس بدی نداشت نسبت به این موضوع، بلد آفرین، ما تو روابطمون هم اینجوری هستیم واقعا، یعنی دوست داریم که طرف مقابل یه جاهایی ایموشن اگزاجره شده نشون بده، و البته که ما میفهمیم که این تقلبیه، اصلی نیست یا فیک، حتی به خاطر همین اینکه یکی از بچه‌ها گفت آیا این رابطه منجر میشه که دو نفر طلاق نگیرن یا از رابطه خارج نشن؟ اصلاً هیچ تضمینی وجود نداره. یعنی من نمی‌تونم بگم اگر این بود شما حتماً یک رابطه طولانی مدت پایدار دارید. بحث همینیه جان، عموماً ببین میگم عموماً آرامش تنهایی توش هست. منتها بازم تو حرفم هستم.
دو طرفی که درگیر موضوعاتن من فرضم اینه که آدمای سالمی هستن، اینو که می‌نویسم ها، ولی عموما واقعیت اینه که در آدمای سالمی نیستن دیگه. یعنی شما سوالات که ممکنه آدم سالم باشه؟ نه نه من میگم آره، کسی که دورکش پایین مشاهده کشم پایین ممکنی سالم باشه، ممکن بیمار نباشه، شرایط اینجوری باشه که ما همون بیماریم، درسته؟ من بخاطر این میگم که نمیتونم بگم این رابطه منجر به نابودیه یا این یکی نیست. جنگه هست ولی صلح بعدش هم یعنی به توافق میرسه، یعنی هم چیزی که قبلا میگفتیم که سر موضوع بشین حرف بحث بکنین حرف بزنین ولی خب در نهایت به نتیجه میره جنبندی برسه، عموما این میرسه بیشتر میرسه اگر دو طرف هم فایده مشترک داشته باشن. من فرضم اینه که اگه دو طرف مشارکت بالایی برای حل موضوع داشته باشن ما به یه جایی میرسیم. یعنی ممکنه یه نفر مذاکره باشه این چاره باشه، یه نفر طرف رقابت باشه، موقع بازم نتیجه نمیرسه. بله ممکنه، من ممکنه جرات ورزی خیلی زیاده، طرف مقابلم جرات ورزی چیه؟ زیاده مشارکتش هم زیاده ولی به نتیجه هم نمیرسه. نه ممکنه که من جرات ورزی زیاد باشه طرف هم مقابلش کم باشه، میشه دو دوست جرات ورزیش بالا باشه اما یکیش مشارکتش کم باشه، پا هم بکار جفتادی بکنی. بله خب اینو پا کنم. میخوام این رو یه برام مهم بکنم دقیقا سعی کنم معتبرش کنم. پس چهار تا ویژگی رو عمل کنم. حالا میخوام یه مفهومی بسازم اینجا که مرتبط با قبلیه و ترکیب اونا میخوام به سوال من جواب بده. چهار تا حالت ممکنه پیش بیاد. پس حالا میرم سراغ اصلیاش. میگم استیت یا وضعیتی که شما با اون آدم تو رابطه هستید تعیین کننده اینه که چجوری احساس منفیتون رو پاسخ بدید با توجه به اون قضیه. اینو برای این دارم میگم که بدونیم با طرفمون چی رو داریم تجربه میکنیم. خب همه ما تعریف زیادی از دوست داشتن اینجا نمی نویسم عشق، اما همون عشقی که من فرض میکنم شما یه توی رابطه ای هستی که این رابطه رابطه عاشقانه است، یعنی برات مهم. یکی از ویژگی اصلیش احترام، ویژگی دیگرش همدلی ویژگی دیگرش جذابیت امنیت میشه جان؟
امنیت. نه اون نیست. نیازمون برای واقع نه نیست. اینو بذارم بسیاری بسیاری خودمون فریبندگی خب هم جذابیه. نه 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 مخزنی دلبری. یه چیزی بهتی بودم دلبری بذارم. دلاغری یه چیزی تیم باید پسره که نمیدونم چرا؟ اومد خانم هست دیگه. نه که هم جشن بودم یه جور جسته چرا؟ ببین من میگم که توی دوست داشتن جست نیست محبتیه که داریم برای ما برامون مهمه که طرف مقابل من میگم توی رابطه احترام هست همدلی هست جذابیت هست یه نوع اراده برای بودن با این آدم یا یه نوع اراده برای اینه که ما تعریف دقیقی واسهش نداریم که مثلا بگم که یکی به دلمون نشست مثلا چجوری میگیم طرف به دلمون نشست چه فاکتور چه ویژگی میتونی بذاری واسه اش انرژی یه نوع خواستن همراه با احترام کاریزما جان علف به در بازی نمیتونی بریم علف ولی چه گذشت یعنی کششه جان این خیلی جنبه فیزیکال داره این ظاهریه اون رفتار آره خیلی این فیزیکیه ولی اون نیست من ایدئال همون باشه سه رفتار و اخلاقاش ایدئال همون چه گفت بیم برای اون میخوام آقا میخوام اینو میخوام تو هر چی بخواه تعریفش کارده حالا همه عظمت این چهارتایی که میکشیم کجاست تلاقیاش با هم احترام و همدلی چی رو میسازه؟ صمیمیت اسمش رو نبذاریت صمیمیت دوستی اسمشه میذارم یا همه صمیمیت درسته؟ بذارم دوستی بهتر که تیز باشم احترام و اون فریبندگی چی رو میسازه؟ اجازه چی؟ وابستگی کجاست که هم احترام توش وجود داره و هم نوعی دلفریبی وجود داره یه نوع حس یه چیزی نزدیک به پرستش احسن ببین پرستش نه یک نوع ستایش کردن یه نوع طرف رو به حساب آوردن یه حساب ویژه روش باز کردن مقبولیت میشه یه نوع مقبولیت یعنی مقبولیت که طرف حرفی که میزنه برای من مهمه حرفی که میزنه برای من میخوام حرفش رو میشه گفت با اون آدم روی پردازی کنیم یا به آینده باش بکنیم مثلا این دوتا پارامتر بتونه توش نه من احترام ببین دقیقا ترکیبه من یه مفهومی دارم اسم احترام که این احترام ترکیبش با اون دل فریب اون فریبندگی طرف یک نوع یه نوع حسی داره که مثل پیر مور مثل پیر بودن مثلا نه فلانی پیر ما بوده مثلا هر چی طرف گفته با یه احترام خاصی مثلا روش حساب میکنم ببین همون حساب کردن روش حساب حساب رو ویژه رو طرف باز کردن یه جور ارزش قائل شد ارزش هم باز به دل فریبیه توش نیست این فریبندگیه اون چارمینگه اصطلاحا موریدش نمیشه که موهی یه چیلی که اون مایه ها مرشن اینجا چی میشه جذابیت دل فریبی؟ اش پرستش نه این که میگی تو آدمش یه نوع مثلا این آدمه به حالش خیلی چرا؟ من بگم تو داخل در جاده آقایون هستی اینو میگی حالا بریم تو جاده خانوما مگه خانوما تارا نشده مثلا بگن که ببین یه جوایی غرور داره یه مثلا یک نوع چه میدونم دل آدمو میبره این جمله رو من زیاد شنیدم نمیدونم چی شدیه من نمیدونم یه چیزی داره اون آدم ببین یه نوع
چرا دارم میگن ما نمیگیم چیزی چرا ما نمیگیم چرا میگن چی میگی شما؟ همون نمیدونم دلمونو برد یارو میگیم طرف خوشتیپ پول داره اخلاقش اینه غرور داره نشه دلمی داره بابا طرف خیلی هم میگن دلمونو برده ولی اگه نمیان کل بگیم وای کلانی دلمو برد تو نگفتی شرطا ولی دلمو برد حالا میرسم به کلش همدلی با جذابیت چی رو میسازه؟ احترام با همدلی یه نوع دوستی میسازه ولی همدلی با جذابیت اینو بابسته صمیمیت اینجا اون صمیمیت هست اما صمیمیت با دوستی فرقه خیلی فرق داره بخاطر همین میخوام ترکیب اینا رو بگم که چه اتفاقی میفته من میگم دوستی دو تا معلفه اصلیش احترام و همدلیه ولی توی صمیمیت میگم حتی ممکنه مقولی به اسم احترام وجود نداشته باشه همدلی ولی اون جذابیه با هم راحت هم آفتنی حتی اونکه من احترام هم اون همدلی و احترام حتی رابطه مثلا دو تا دختر با هم یا دو تا پسر با هم میتونی همچنی یه جوری بخاطر این میگم این عشق که بیام فرض برای این بذاریم که این توی روابط دو تا جنسه اما واقعیت اینه که اینطور نیست خب روابط با جنس هم جنس هم خیلی وقتا ممکنه این پایین پیش نیاد ولی مسئله اینه که المان‌هاش هم این المان‌ها وجود داره خب حالا بخواهم یه سخترش کنیم دیگه چهار تاش مونده که بنویسیم درسته؟ چی؟ حالا چی اینجا که ما میگیم توی مفهوم این اسم احترام میاد و ترکیب دوستی و حساب رو طرف باز کردن شکل میگیره رفاقت دیگه چیزی نمونده آخر چرا؟ خیلی مهمی مونده احترام حساب صداقت ترکیب چیم صداقت؟ احترام داره دیگه اگه شکل درست نکشی ترکیباش همش همینه دوستی با طرف روشی حساب خاص باز کنی تو بافتی که مثل احترامه صداقت باشه دوستی چه صداقت؟ چه ارتباطی میتونه به طرف صداقت؟ چرا داره ببین در اصل اشتراک دوستی بر حساب طرف روی طرف حساب باز کردن خب میاد تو مقوله به اسم احترام قرار میگیره درسته اما اگه بخوام کل ببینم این فریبندگی بذار ببینم درست میتونم تعریفش کنم مهمترینه جان آفرین ما خیلی هست که به طرف اعتماد میکنیم یعنی صداقت رو داریم حتی نمیدونیم چرا یعنی اصلا احساس میکنیم که این یه مقدار درونیه این دوتا شاید برگشت کنه راحت تر بشه دید ولی این دوتا یه مقدار سخته چرا هیچ نمیخواد آره قیافش اصلا قیافش یه جوری که نوع رفتارش، هیبتش، تعاملی که داره ولی ممکنه واقعی هم نباشه ممکنه واقعی هم نباشه اما من این زیرساخت رو میگم دیگه این احترام هم ممکنه واقعی نباشه ولی میخوام بگم که صداقت اینجا شکل میگیره آه یه بیه کلانهاشو ببینی ببین در هر حال اینی که دارم میکشم واقعا یک شاید تو ببینید نتونید راحتی پیداش کنید تو مفاهیم سایکو دینامیک خیلی عمیقه تو اینترنت مثلا الان عشق و سرشوری میگن عشق اشتباه ولی موضوعات زیربناییش واقعا همین هست یعنی شما وقتی میگی صداقت من میگم صداقت زیربناییش احترام هست زیربناییش همدلی هست زیربناش فرایندگی هم هست اما وقتی میگم دوستی برای این طرف حساب ویژه باز کردن باز صداقت ملموستره براتون هرچی که بیرون میرم انگار از حالت ملموس بودن خارج میشه ولی اینو میتونید خیلی راحت متوجه میشید که دوستی با یه حساب خاص با طرف رو خب معمول صداقت رو توش میسازه حالا اینجا چی میتونه باشه؟ شرکت سیکس نه سیکس و یه حساب دیگه رو طرف باز کنه قرار تو بسیگی آیا نه سیکس توش هست بچه دار میشن
وابستگی؟ من اسمش رو میبرم شهوت. خب شهوت هم برای این قسمت اصطلاحات ما تفاوت شده من کل مجموعه رو درک کنم. همه ستا اینا رو یکی میدونیم. بذاریم مثلا اینجوری بهتون بگم. این چیه انگلیسیش؟ این چیه؟ L-U-S-T نه لاست به معنی پس من اینو با هم تفاوت داره. خیلی هم با هم تفاوت داره. فرماندهی انگلیسیش میشه؟ چارمین. نه او جذابیت چارمین نمیشه گفت. اینا همه نه بذار اصلا دقیقش رو پیدا کنم. بخاطر میگم سخته. لاباب جو فکر میکنم این باید باشه. این سیگیو این سیگیو باید باشه فکر میکنم. یه همچین چیزی میشه. حالا تا آخر بذارید فکر کنم یاد آمد بهتون میگم. خیلی بپرسین ازم. شهبت همون دیزایر نمیشه؟ جان؟ دیزایر؟ کجا؟ دیزایر. این؟ نه شهبت. شهبت؟ نه این کلمه ای که من میخواب تو انگلیسی سرچ میکنی به این برسی لاست. L-U-S-T. کشش جنسی. نوع کشش جنسی توش هست. یه نوع شهبت توش میشه. آخه شهبت غریزی میدیدیم الان میشه اونجوری باشه. سکس هم شخصیه ولی چیزه هم کنیدیم بگیم یه نفر عصبانیت بالاست که عصبانیت پایینه. نه شهرت هم نه. حالا چرا میگم مهمه این المان ها؟ برای اینکه بعدا که میخوای عشق رو تعریف کنی بتونم بگم که کدومشو داره رابطت کدومشو نداره. خب و اونی که نداره از چه عمقی آسیب دیده، یعنی از کجا آسیب دیده. چرا وقتی میگیم تو رابطه احترام نیست و فاتحش خونده است، ولی من میگم شهوت نیست خیلی فاتحش خونده نیست. چرا؟ چون وقتی احترام رو من بردارم چیزی به اسم دوستی، صداقت، حساب روی طرف باز کردم و شهوت و یه چیزی که اینجا میخوام بعدم بگم نمیمونه، میچندم اون رو با خودم میبرم. گرفتی چی شد؟ وقتی میگم این فریبندگی وجود نداره من از رابطه حذفش کنم، یه حجم عظیمی از ویژگی ها رو با خودم میبرم. اگر همدلی نیست، من دوستی، صمیمیت، صداقت و چیزی که دو تا چیزی که میخوام اینجا بگم که نگفتم رو انگار دارم از رابطه جداش میکنم. ولی میتونم اینجوری بهت بگم که اوکی، حالا اون طرف از اون ویژه باز نکردیم، میتونیم به عشق نزدیک بشیم، چون ما عشق واقعی که نداریم که. فقط میخوام ببینیم که چقدر بهش نزدیک یا چقدر ازش دور میشیم. خب بریم پایین تر. این دو تا صمیمیت و سکس نمیشه بواسطه یه چیزی اسمه رومانتیک. نه اصلا رومانس اینجا تعریف میشه. اینجا نگه به نظر یه شهر نزدیکه، نمیگم دوره. معنی هاشو بهتر آدم میتونه درک کنه. ولی خب اون سه تا هست بشنم، یک سه تا زل داره. من میگم که بعد با مفاهیم زیاد سر و کار نداره، گیج میشه آدم. من وقتی اینجا میخوام بهت بگم صمیمیت، احساس میکنم دارم با شک دارم بهت میگم چی توشه. وقتی میگیم صمیمیت من دارم از چی حرف میزنم؟ میگیم دوست باشید با هم. خب دوستی منظور چیه؟ چی داریم میگیم دوستی؟ و این دوستی که میگی چی رو قراره تو دل خودش داشته باشه؟ درسته؟ پس رومانتیک بودن. کلا رومانس اینجا اتفاق میفته. درسته؟ دوستی و صمیمیت چی رو میسازه؟ اعتماد. تعهد. چی جوری بخوام ترک کنم؟ اسمش رو میذارم خوشی، طنز، لذت. یه نوع لذت. خب بگم لذت باز بیا میگه اینجا شهوت شد و اونجا اینجا نیست اون وقت یه نوع من حال میکنم یه نوع حال کردن. چجوری تعریفش کنم که اینجوری نباشه، این ور نباشه، این مثلا اصلا نباشه. حال دارم با خوش سر خوشم. خب با هم خوشن وقت میخوام مثلا خوش خرابش کنم دیگه، چون اینجا اینا خوشی داره اینجا نه اینا.
آره دیگه خیلی سخت میشه بخوام جوری. میگم اینو خوشی، اینو طنز، اینو فان داره، اینو حال کردنی که اصلا چیز نیست. خب اصلا این دایره توش این جاش نیست، اصلا ربطی به اون یه نوع دوستیه، اینو حال ببین حال میکنیم. الزاما خود دوستی هم نیست، خود دوستی احترام و همدلی داره. رابطه‌های قدیم که اینجا یه جذابیت هم هست. مثلا من ممکنه با یه رفیق همجنس هم میرم خیلی حال میده با فلانی بریم، اون چرا حال میده؟ یه نوع جذابیت برامون داره. مثلا جوکاشو که تن تعریف میکنه، مثلا رفیقمون که براش احترام قائلیم، اونم همون جوکو تعریف میکنه نمیخندیم، ولی این آدم اصلا خودش چیزه، خود بودنش خیلی خنده است. اون دایره تقریبا سمت دوستی و احترام و صداقت و اینه که داره توی شهبت هست. خب بعد الان توی اون دایره فقط در نظر بگیریم، سکس ازش بیرونه، اگه داریم هم چیزی که شهبت باشه بعد خب اصلا این یه دایره رو در نظر بگیریم بعد چکارش کنیم؟ اون یه دایره در نظر بگیریم. خب تو برای کسی احترام قائلی نمیدی باش بخواب یه روزانه؟ خب نه، چرا پس توی شهبت هست؟ ممکن داشته باشی؟ خب چرا پس توی سکس نیست؟ برای سکس تو به دو تا چیز دیگه هم نیاز داری. شهبت هم داشته باشه. شهبت هم داشته باشه. ببین هرچی ما به سمت مرکز دایره نزدیکتر میشیم، مفاهیمی که داریم، ببینید حتی بخواهم یه سکس نزدیک به مرکز نیست. به سمت جنوب نه، خیلی چیز میشه اصلا یه مفهوم. مثلا میذارم اگر من باشه، حالا شما که نامی برید احترام، صداقت، همدلی، نمیدونم جذابیت، من میگم این اصلا دیدی اینا باراشون با هم فرق میکنه نمیکنه؟ اینا جا وقتی میگی صداقت، من میگم که صداقت خیلی پایینه. تو چیزی تو چیه؟ تو احترام. من نمیتونم صادق باشم و احترام نذارم و یا احترام بر طرفم قائل نداشتم. چرا؟ چون خیلی مفهوم بزرگی. همون دو تا دقیقا منظور من همین اون دو تا مکمل هم، یعنی وقتی اسم صداقت میاد احترام پشتش هست، بعد داریم که مثلا اون شهوت باشه بعد دو تا مکمل هم نباشن. چرا دیگه میتونه دیگه؟ چرا میشه؟ من میگم تو شهوت میگی، حرف از شهوت میزنی، دو تا چند تا المان، حالا دو تا اصلیش چیزی مثل سکس نمیدونم چی بهت بگم. سکسی که تو میسر رو بینید نوعی تفاوت جنسیتیه، حتی کشش هم نمیتونم مثلش رو بذارم، باز کشش میاد تو شهوت. یا مثلا اون طرف یه احترام خاصی حساب کردن یا فریبندگی، این فریبندگی و دل رو باید از تو شاید بگی خب این شهوت میشه همین. من میگم نه، یکی نیست، این مفهوم عامیه، خیلی عامه. اصلا دارم اینجور بگم که یعنی اینا همه باز میده تو دلش قرار میده. سخت تا تو میگی که نمودار دیگه هم خواستم بگم اون دلش کنم. خب بعد این حالش که میشه، خب هم اول ارمانش در بیاریم. اوکی با این حدیم چهار تا چیز داشتیم، حالا میخوام ترکیب بشه. اینجا یه نوع کاریزما هم داره، یه نوع حساب خاص طرف باز کردن داره. ببخشید این جذابیت و سیکس با هم دیگه اصلا معنی ها چی دومیده؟ اصلا خیلی طرف لیدیه، خیلی جنتلمنه، کدوم؟ این جذابیت و سیکس اصلا تلفیقشون این معنی بمیده؟ تلفیق نیسته که اصلا ما خواهد سیکس قسمت جذابیت هست. جذابیت وقتی با بیرد طرف خیلی لیدیه، طرف خیلی جنتلمنه. نه الزامن میشه بگیم که نه، وقتی میگی جنتلمنی نمیشه اینجا یه احترامی، وقتی میگی جنتلمن اینجور احترام رو داری قاطیش میکنی. من میگم جنتلمن مال زمانی که تو احترام میذاری و نوعی فریبندگی هم توش هست، یعنی جنتلمن من اینجا دارم. خب رقابت داشتیم، سازش داشتیم، اجتناب داشتیم، خب چیز کنید، خب یه جلو عقل، آره بچه ها اگه چیز هم نه این اکر داشت
چیز رو داشتم اونه که این جرأت ورزی بود، این هم صافش چیز ببخشید مشارکت من کنم. برعکس نمیشتم، اینو همکاری فرض کردم، اینو جرعت. حالا من توی رابطه گیر کردم، درسته؟ که پروتکل خودم شما اینجوری با طرف مقابلتون چیه؟ اجتناب کردنه، درسته؟ با عمقش خیلی وارد نمیشم ولی به کلیتش میرم. ما زمانی که اجتناب میکنیم با کسی در رابطه هستیم که باهاش عشق واقعی رو تجربه میکنیم، مکانیسم اجتناب در مواردی استفاده میکنیم که با طرفمون تو دو تا مقوله احترام و همدلی مشکل اساسی داریم. دو تا بالا رومون نمیشه بهش بگیم، دو تا مقوله اصلی با این آدم مشکل داریم. معمولا میریم سراغ چی؟ اشتم. این احترام زیادی که داشت میزنه باشه همدلی شما میترسیم احترام نگه نداره. با این دوتا مشکل داریم، با این دوتا یعنی طرف ما احترام نمیذاره. من زمانی که با مفهوم احترام و همدلی که توی رابطم دارم با طرف مشکل دارم، از مکانیسم اجتناب استفاده میکنم. کسی میدونه چرا؟ چون میترسیم به اون بیعترام کنه، جرأت همون کنیم، چون اگه نظر هم دوستش داریم. من میرم آقا، من تو همه روابط من فرضم اینه که طرف رو دوست داریم. ببین ما اینه که میکشیم، من با همه بود در توهم این با همه هستیم اعتمادا. میترسیم در این کشه درکمون نکنم. یکی از اونو یعنی چی؟ یعنی وقتی که من توی رابطه ای هستم که تو مفهوم احترام و تو مفهوم همدلی با طرفم مشکل دارم، ببینید توی تعریفی که میکنم از احترام و همدلی با طرفم ضعف دارم، میرم سراغ اجتناب. یعنی بهش احترام بیش از حد میذارم یا نه مشکل دارم نمیذارم؟ مشکل دارم. ببینید این احترام گذاشتن، چه من زیاد احترام بذارم چه نذارم، من میگم مشکل شماست با طرف. یعنی چه شما به طرف احترام بذاری خیلی زیاد، چه احترام نذاری اصلا، شما یه گیری با مفهوم احترام داری. یا اگر تو با طرفت خیلی همدلی میکنی یا اصلا همدلی نمیکنی، شما با مفهوم اسم همدلی مشکل دار. و وقتی که با این دو تا مفهوم توی رابطت مشکل داشته باشی، مکانیسم عمدت میشه چی؟ اجتناب. و توی مذاکراتی که میخوای انجام بدی و میخوای احساسات منفی تو به طرف بگی نمیگی، درسته؟ راه حل ما، راه حل برای کسی که اجتناب میکنه تو روابطش چیه؟ یعنی اگر تو موقعیتت اجتنابه توی یک رابطه و جرأت نمی کنی احساسات منفی تو به طرفت بگی و چیکار می کنی؟ فرار می کنی از اون موقعیت. یعنی صداقا نشینه، یا باورت اینه که طرف برای تو هیچ احترامی قائل نیست، یا خودت برای طرف هیچ احترامی قائل نیستی، یعنی تو طرف دیگه، یا
یا برعکسش بالا و پایین چی؟ مفهوم به اسم احترام و بالا و پایین مفهوم به اسم همدلی. حالا جالب بهتون میگم برای چی نمودار رو کشیدم. من میگم حالا تو توی رابطه هستی، مکانیزم اجتنابه، پس احترام همدلی در تو مشکل داره. ندید دیگه چی آمار مشکل داری؟ پس تو میگی من نمیدونم که کدومشه، نمیفهممش، میگن هیچ ایرادی نداره. مکانیزم در تعامل با اون آدم معمولا چیه؟ اوکی، اجتناب، اجتناب داری؟ من میگم اینای دیگر هم داره. بسودم؟ خیلی چیزا رو نداری، دو تا چیزشو که تو میگی، تو این دوتا رو من میگم تو متوجهش نیستی. ولی عمیق‌تر بشه میگم که تو وقتی اجتناب میکنی، من تو مفهوم به اسم صمیمیت شک میکنم به رابطت، با مفهوم به اسم رومانتیک بودن شک دارم، با شهوتت مشکل دارم، با طنز و خوشی با مسئله دارم، با صداقتت، با دوستی، با احترام، با اینا من به نظر تو با این پک مشکل داری. حالا یه چیزی هست دیگه، این هر چیزی بالاتر باشه درک ما ازش کمتره و هر چی نزدیک‌تر میشه درکم چیه؟ بیشتره. من میگم تو اشتباه میکنی، طبیعیه که دیگه زندگیت رمانتیک نیست، رمانتیک نبودن رو میفهمی، میدونی انگار که با پوست و استخون من درکش میکنم، این طنزی و خوشیه رو میفهمی، بحث صداقت به شدت زیر سوال هست میفهمی، اما مقولات بزرگترش رو متوجهش نمیشی. میخوای اصلاحش کنی؟ رو چی باید کار کنی؟ برعکس دیگه، من میگم وقتی میخوای کار کنی از ریشه باید شروع کرد. از کجا باید شروع کرد؟ بالا، از بالا. تو مثلا بیای رو رمانتیک بودن رابطه کار کنی، به نتیجه میرسی یا نمیرسی؟ اصلا معنی نداره. تو میری پیش مشاوره که رمانتیک باشی، بری با هم خوب کردش، نمیدونم چرا کنی با هم وقت بگذرونی. من میگم که این رمانتیکه مگر همینجوری همینجور وسط زمین از هوا افتاده؟ این از دل چی در میاد؟ یعنی این آدم تو صمیمیتشون، تو سکسشون مشکل دارن، تو جذابیت مشکل دارن، کنار نگاه کنم، تو فریبندگی، تو هم دلی مشکل دارن. خیلی پس بود یه دفعه چیزی شد دیگه، میدونیم؟ یعنی من حرف از یه چیزی کوچیکو نمیذارم وسط. یا مثلا میگه که با هم صادق نیستیم، تو صداقت با هم چی داریم؟ مشکل داریم. پس اینجوری نیست بگیم فقط تو صداقت با هم مشکل داریم. دیگه چه مشکل داریم؟ تو احترام اولین مسئله است که تو این رابطه یعنی من میگم که مشکل صداقت اول بیم دیفاین کنیم، تعریف کنیم که مفهوم احترامی توی این رابطه یا حق و حقوقی که طرف واسه شما قائله یا شما واسه طرف قائله کدومه. بعد بیم راجع به چی صحبت کنیم؟ یعنی اول بیم همدلی چی، بعد بیم راجع به چی صحبت کنیم. تو دوستی به تو حساب بردن به شدت مشکل داری. که اختلافش اصلا خودشیفته داره بیه بقیه افراد نمیتونه حسابش واسه کنه، چون همیشه خودشو برتر و بزرگتر میتونه ببینه. بعد این پس هر چقدر هم که ما بوده احترام توش قدید کنیم، باز کسی نیست داره؟ نه، ببین من میگه خودشیفته، معمولا آدم از خودشیفته چه پارتی از این حجم زیادیش میره؟ احترام خودشیفته نمیتونه خیلی با تو هم، یعنی نمیتونه با تو یعنی ممکنه احترام برات بذاره اتفاقا خیلی آدم از خودشیفته حتی شده برای ظاهر قضیه احترام خیلی زیادی قائلن، شاید برای خودشونه ولی احترامه هست، ولی همدلی رو با قسمت زیادی از خودش رو میکنه میبره. چی ها رو میبره با خودش؟ دوستی، صداقت، صمیمیت، رمانتیک بودن، این تیکه ها رو میکنه با خودش میبره. میدونم سخته باشی جان میفهمم، ولی چون من میخوام ریشه‌شو بگم، من نمیخوام بهت بگم که من میخوام بهت بگم که رمانتیک بودن کجا گیر میکنی، اگر اشتباه میکنی که مسئله چیه، نمیدونم اگر نمیاد بگی چیه، نمیتونم بهت بگم که احساس مجبور بگو، برو بگو تو چشاش نگاه کن بگو که این قرآن رو من در نهایت من میگم اینه، با این دوتا مشکل داری. حالا پس من بری رو چی کار کنی؟ رو احترام و همدلی، هم خودت هم طرف رو مخاطب. درسته؟ اگر من بگم راه حلش چیه، من میگم که تو یا تو و طرف مقابل تو مفهومی به اسم احترام تو رابطه تو مسئله داری تو تعریفش،
یعنی میخوام بهت بگم که من میتونم اینجا بهت بگم گیرت کجاست، رو چی کار کن، رو مفهومی به اسم همدلی مشکل داری تو رابطه، همینطور هم طرف مقابل. میتونم سرنخ بهت بدم، میتونم بهت بگم مثلا کلیات ایراد داره به نظرم. حالا اینکه چه درمانی واسش وجود داره، میگم که درمانه کار یک ساعت دو ساعت درمان هم نشه. شدیگه فرض اول احترام نداشته خب درست کردن شده. بس درست نیست. من میگم مفهومه. من چرا احترام نمیذارم؟ چون احترام تو ذهن من یک تعریفی داره. من میگم زمانی که تو به اون تعریف تلنگر بزنی اون احترام درست میشه. آره من اگه مستقیم بیام بهت بگم که ببین عزیز من این رفتارت و این رفتارت زشت بود، تو جمع مردم با انگشت ما رو نشون میدن، تو جمع مسخره‌مون میکنن، او نمیفهمه تو چی میگی. بدتر که تازه میگم که نمیفهمه اصلا. اونه خب چی؟ انتظاراتی داره. ما دنیا رو تحریف میکنیم. در این که شکل نیست. پس طرف مفهوم احترام رو دستکاری میکنه. برای چی؟ حالا دلایلی که ممکنه داشته باشه. من نمیتونم ورود کنم من بگم به چه دلیلی دستکاری میکنه. ولی من میگم خیلی از موضوعاتی که ما تو روابطمون داریم اینقدر عیانه، ولی فقط یه چیزی نمیذاره ببینش، ببینیمش. من یه مراجعه داشتم میگفت که من چیکار کنم، میگفت که آره من یه دوست دختری پیدا کردم جدیدن، وسواس شدید خیلی مثلا مرزم بود. من داشت تعریف میکردم، من شک کردم که این چیزی که داره این تعریف میکنه نمیتونه، من وسواس زیاد دیدم. گفتم که یکی فقط یه جمله، کمد لباسشو برام تعریف می‌کنی؟ گفت آره، کمدش انواعم لباسا پر انواعم. گفتم چه رنگایی؟ زرد، صورتی، قرمز. گفت این آدم وسواسه؟ نه نه. این آدم وسواس نیست. یعنی فقط با چی؟ منی که ندیدمش، فقط با تعریف کمد لباسایی که این آدم داره. آدم وسواس من دیدم. پسری اومد پیش من میگفت که من 17 سال رنگ لباسم تغییر نکرده. عکس از کمد لباسش آورد، همه کت و شلوار، همه توسی. یعنی تو بگی یه دونه اون وسط رد داده باشه. وسطش از چی میگه؟ مرد 1400. آها، حالا من میگم یعنی حالا نمیخوام با اون شدت، ولی میخوام بگم اونی که انواع اقسام لباسا رو داره و انواع اقسام رنگا، این وسواس نیست الا هر چی که هست. وسواس روانی یا مثلا وسواس هر نوعی. من وسواس میگم اونا فکری ها تو شستشو شونا که دیگه بماند. خب ولی وسواس یعنی من عادت به کار تکراری دارم، نه عادت به کارهای نوین و متفاوت و یهویی. ببخشید، ممکنه اصلا اون احترامه به خاطر اون عشقی که وجود نداره، طرف هیچ احترامی قائل نیست. یا مثلا اون من میگم اصلا شاید خب عشق نباشه احترام نیست. چرا؟ عشق چهار تا چی؟ یعنی که اگه طرف یکی دوست عاشقش نباشه، خب اون همدلی و احترام نسبت به اون آدمه نمیتونه داشته باشه. ما همیشه این دوری باید اول عشق به وجود میاد بعد احترام شکل میگیره. طرف اول دوست داریم، بعد بخاطر اون دوست داشتن احترام همدلی، خیلی چیزا به حساب وجود میاد. ولی ما نسبت به که احترام داشته باشیم، همدلی داشته باشیم، عشق ما نمیاد اینو بذاریم جلومون. الان اینو من کشیدم. خب دیروز که تو ذهنم نبود بود. نه دیگه ما از اول اون عشقی که نباشه سمیت نیست. من میگم که آفرین، ذهن تو تمام این رو در کسری از ثانیه یا خیلی بهش فرصت بدم تو ده ثانیه اول چیکار میکنه؟ آنالیز میکنه و با همین فرم. حالا تو میگی که من عاشق طرف شدم، من میگم که راست میگی، ممکنه چیزای مختلفی توش کم یا زیاد شده باشه، قبول داریم؟ بعدن در میاد گندش. اون لحظه ذهن تو یه چارچوب این همین کشیده، یه تصویر گذاشته جلوش، طرف اولین بار دیدی دیگه، عجب محترمه، چقدر همدلی میکنه، او چقدر سکسی هم هست، بعد نمیدونم که او چقدر صداقت تو سر پاش میباره. یه چیزایی رو چیک میزنی میاد این وسط طرف میگه خواب این خیلی خوبه. خب حالا میخوام داریم بری جلو، میری جلوتر بعدا میفهمی که خب مثلا این که فریب بود، اینم که نداشت، نه من میگم اصلا این ذهن خودمون هیچ، طرف مقابل منو میبینه خب با اون حس اولیه نمیرسه. خب دیگه اصلا حس اولیه نمیرسه، هیچ یک چارچوب میذاره جلوش تیک میزنه، به از یه حدی بالاتر بود
خب اوکی، ما سه تاشو داریم، بعد ما به اجتناب میرسیم تو اون رابطه. چرا؟ چون تو احترام از طرف مقابلمون مشکله، نه خودمون احترام رو به طرف داریم. مثلا میدونیم که آدم به من احترام نمیذاره، با من همدلی نمیذاره، چون اون آدم عاشق من نیست. نمیشه که تعریف تو ببین، من نمیشه با یه آدمی تو رابطه باشم که هیچ احترامی برای من نمیذاره ولی من دارم همه احترام باش میذارم. عرضم این بود، من و اون مشترکن سر مفهوم احترام با هم مسئله داریم. هم مثل وقتی توقع انتظاره داریم. آفرین. من میگم که چی جوریه که من توی رابطه ایم که همسرم صبح تا شب به فحش میده و من دارم هر روش بهش احترام میذارم، من برای خودم احترام قائل نیستم، برای همسرم نیستم، برای رابطه نیستم، یه گیری دارم دیگه. شما دارید در مورد همسر صحبت میکنید. فرق میکنه. من اصلا آدم 24 ساعته احترام میذارم بهش و اون 24 ساعته بهش فحش میده. من آیا با مسئله احترام مشکل دارم یا نه؟ دارم دیگه. چی جوری توی رابطه میمونم که 24 ساعته فحش میخورم؟ حرف من این نیست. من میگم که شما در وقتی ازدواج شکل میگیره بالاخره یه احساس و عشق و یه چیزی بوده که طرف ازدواج کرده. حالا توی رابطه آشنایی که دو نفر آشنا شدن، ممکنه طرف مقابل اون عشق و نسبت به آدم نداشته باشه، بعد پشتبند اونم همدلی و احترام و تعریفش فرق میکنه دیگه. میگه آقا جون من مثلا اونقدر مایه نمیذاره تو رابطه از وجودش و احساسش، در صورتی که ما برعکسشیم، ما به اون حسه رسیدیم. بعد اون موقع که داریم اجتناب کنیم هیچ وقت نمیتونیم سر احترام و همدلی با آدم به توافق برسیم. نه فکر من میگم همش ارمانه. من میگم زنه تیک زد دیگه. خب مال اون نزده، مال اون نزده این تیک کار. راضی تو دیگه میگم تو عاشق طرف شدی، عاشق طرف عاشق تو نیست دیگه، تا هم میشه میرد. همه اینا تعریفش فرق میکنه. من اگه میگم صمیمیت، درسته میگیم صمیمیت از مثلا این ساخته میشه و نمیدونم جذابیت، ولی چقدر از این چقدر از این، مثل کیمیاگر هستن میریزن رو هم، چقدر از این چقدر از اونش دست ماست. قطعا هر کسی تفاوت، مثلا میزان اون اصطلاحا گردی که از هر کدوم میریزه تو رابطه ممکنه متفاوت باشه و هرچی بیشتر با هم فرق داشته باشه طبیعتاً اختلافمون بر سر مفاهیم عمیق‌تر میشه. بذار برم جلوتر. سازش تو کدومش مشکل داره؟ جوان بردی پایین هم مشارکن به مشکل داره؟ نه دو تای پایین عموماً ما وقتی که سازش رو دستور کار خودمون تو رابطه قرار دادیم، سازش اینه چی بود؟ تو تعریفش هست دیگه؟ مشارکت کنم. من جرأتش رو ندارم ولی میخوام قضیه حل شه. چرا؟ خیلی برام جذابه. آره جذاب. فکر می‌کنی خود جذاب نیست. من ببین، حتی نمیگم جذاب هست یا نیست. من میگم رو مفهوم جذابیت و رو مفهوم فریبندگی من مشکل دارم. یا طرفم مشکل داره. یا خودم جذاب نمی‌بینم لایق. ببین من میگم مفهوم است. این چهار تا حالت پیش میاد دیگه. من ممکنه خودم رو جذاب نمی‌دونم، طرفم رو جذاب می‌دونم. فکر می‌کنم از من سره. درسته؟ یا ممکنه خودم رو خیلی بالا می‌دونم، طرفم رو خیلی پایین می‌دونم. در حد من. ولی بازم برام چرا؟ من خودم جذاب بدم ترم جذاب ندارم که باش رقابت دلیلت نهار دار دلیلته. مگه تو اون رفیق من گفتم رفت از دورتر روستای ممکن یک زنی رو انتخاب کرد آورد. چرا رفت آورد؟ چرا تحمل میکرد این آدم رو؟ چرا وقتی میرفت تو مهمونی رو میکنم من تحمل میکنم؟ تو جذاب بود طرف نه. رو مفهوم جذابیت و رو مفهوم فریبندگی بحث داریم. خودشو سر میدونست طرف، میدونست سره طرف دکتران فلان فلان داره. خب؟ به ظاهری خودشو سردر نمیدونستش کسی رو گرفت. نه، من میگم جذابیت همش هم ظاهر نیست، یه تیکش داره که میاد تو سکس. بخاطر نمیگم که مفهوم این عام‌تر از چه میدونم فیزیک طرفه، چون فیزیکش که یه تیکه ایه. ببینیم به این بزرگی خب همش قیافه و ظاهر ما نیست که درست؟ پس
من اگه سازش میکنم با کدوم دو تا مفهوم مشکل دارم تو رابطه هم؟ با جذابیت و خرید. اصلا یه توضیح میدید بابت همون آقایی که گفتید دلیلش چی بوده که خودش اینقدر بالاتر میخواست کنترل کنه؟ من دنبالی که کنترل کنم میرم پایین ترین حد ممکن انتخاب میکنم که به راحت ترین و کمترین هزینه و کمترین انرژی ممکن راحت باشه که این اتفاق نمی این برو این حالا حالا برو نیست احساس هم نتو گیرد میکنم. خب پس اگه من سازش میکنم باز هم میرم پایین تر کلانش نگاه کنیم دیگه تو چیا مشکل دارم؟ تو سکس مشکل دارم، تو شهوت دارم، تو فلان دارم، تو صداقت دارم، تو صمیمیت دارم، مدیر دارم. یک شایعه، یک چیزی که ما مثلا تو پیش روانشناسا دارن چک خیلی میکنن، ما معمولا اونایی که سازش کنن از چی میدونن؟ سکس بد، ناراضی هست. چرا؟ چون احساس میکنن دارن تن میدن به این موضوع. این فهم مال زن نیست، مردم همینطور هست. مردم میومد میگفت که وقتی که مثلا شب میشه دنبال بهانه ام که دیرتر از حد ممکن دارم تو راه رخت خواب، یعنی میگفت که به هر شکلی که تو فکر کنی من چیز میزنم، تکنیک میزنم. چیز میگه عجیب، مثلا میگم مثلا 10 دقیقه به خواب سیر، گفتم سیر عوض کردم میشستم یه دیگه سیر میخوردم که با یک خروار اصلا نمیشد چیز. میگفت عمدن شبا هیچ وقت دوش نمیگرفتم، بوی توند عرق که اصلا من رو میداخت تخت طرف. ببین من میخواب چی رو بگم، نمیگم زنش جذاب نیست یا زنش فریبنده نیست. ببینید مسئله چیز دیگه است، چون طرف تو چیش اختلال پیش اومده؟ تو پس بیام بالاتر، بیام تو سازش، بیام میگم که خب زندگی احساس میکنه که برده است، احساس میکنه که داره بهش چی میشه؟ چون کسی که سازش میکنه میونه دیگه، احساس میکنه بهش داره اجحاف میشه، بهش داره تجاوز میشه، میگه آقا همه جا شده دیگه، اینجا نشد دقیقا. چرا؟ چون نمیگم مسئلهش کنه این موضوعه، حس بدی داره، میگه آقا یه جاش هم بذار من کنترل کنم، همه جا من زیر بار کنترلم، یه جا هم بذار دست من باشه. حس بدی هست این آدم ها همونه هستن که خیلی از سرکششو شکایت میکنن و در نهایت کاری هم نمیکنن. عموما شکایت زیادی دارن، اما تو رابطه میبوزن آره اتفاق زیادی عموما ها. ببین نمیشه با یه شکایت بگی که این کدومه، اینقدر ساده نیست که ما بگیم مثلا انسان این دوتاست این ستاست. رو سازش برای که بازتر بشه، کسی که سازش میکنه باید بره رو چیش کار کنه؟ اعتماد به نفس، جذابیت. گفتم مفهومی کلی تره، اما اعتماد به نفس تو چی میاد؟ تو همین میاد. ببین جذابیت اینه که آقا من آدم به درد بخوری هستم یا نیستم بالاخره، میاد تو کجا؟ جذابیت. گفتم با خاطر جذابیت سکس یا جنسی نیست، اصلا جذابیت نگاه من نسبت به خودم رو شما بگیشه. تو همدلی ما چیز این مفهوم زیاد نداریم، یه تو احترام این مفهوم زیاد خب آنه دیگه باید بعد برگش شما بگیم. رقابت طرف تو چی مشکل داره؟ احترام و یه احترام و جذابیت مشکل داره؟ تو رقابت شاید صمیمیت. چرا به من اینجا بگیم؟ چرا من تو رقابت یعنی با یه نفر کارمون به جنگ میکشه؟ یعنی چی؟ یعنی جرأت زیادی به خرج میدم ولی همکاری براو. یکیش پس همدلیه، یکیش همدلیه، درسته؟ دیگه این مفهوم دیگه که باش مشکل داره چه؟ جذابیت. تو این دسته که اونه که خیلی رقابت میکنن یه چیزایی کوچولو نارس بودنه به چشتون میاد، اونایی که کوچولو نارسن تو رقابت
زیاد به چشتون میاد. چرا؟ دیگه توضیح شفافه دیگه نه؟ آدمی که رقابت توش زیاده خیلی با شما چلنج میکنه دیگه چه چیزایی در رابطه آسیب میبینه؟ نه اینا که خیلی به کور نزدیکه. خب من میگم آره دیگه، وقتی که خیلی به کور نزدیکه از آسیبش چیه؟ بیشتره، معلومه. یعنی من میخوام بگم که این کلن چند تا هست؟ 4 تا. من میگم که تو رو تو وقتی رابطه باشی دارید دو تا اصلی رو بهت دارم نشون میدم. میگم اگر میخوای کار کنی، اگر میخوای رابطت رو نجات بدی، دو تا چیز اصلی داره بهت صدمه میزنه. یک، و به چه چیزایی داره صدمه میزنه؟ دو. متوجه نمیشی؟ یعنی اینکه من چرا دارو رو روش می نویسن ساید افکتاشو بهت میدن؟ اگه بدونی مثلا مثل اینکه مثلا بهت دارو میدن میگن که مثلا این دارو باعث بیرون روی زیاد خواهد شد. برای چی بهت میگه؟ برای که سورپرایز نشی، برای اینکه حس بدی از اینکه خوابت برد یا مثلا حالت بد شد پیدا نکنی. اینجور نیست بگی که اوه چقدر ساید افکتاش بده. نمیدونم چرا، چون برای یه چیز دیگه بهت دادن. به خاطر این من بگم که اگر رقابت فلان فلان تو اینو به مشکل خوردی، بدون که چیا بیشتر از همه آسیب میبینه و چرا داره آسیب میبینه. نمیگم که این باعث میشه حالت خوب شه، فقط بده کمکت کنه که دفعه شوکه نشی. قرص خوردی بدونی که اگه خوابت گرفت چشات باز نمیشه، علتش دیشب شب نخوابیدنت نیست، علتش چیز دیگه ایه. سو توی هم دارید و جورت یا بینشون و یا یا و اینجا که نوشتین نه کلن توی مثلا کلن تو همش و تو همش تو این دوتا مشکل داری. یعنی هم توی همدلی مشکل داری، هم توی جذابیت مشکل داری. من اگه بخوام این مثال بزنم، من تو رابطه داشتم که مثلا اینجا مثلا میشد یکیش فقط توی همدلی میشد. اول بگو روی کرده چیه؟ رقابت. تو رقابت میکنی به طرفه، درسته؟ بعد چجوری تبیینش کردی؟ کدومش مشکل داشتی؟ فقط همدلی. تو همدلی باش مشکل داشتی؟ به خدا نمیگم و یا یا حالا سوال من باید تو به طرف تو همدلی مشکل داشتی دیگه چه مشکل های تو رابطه تون داشتی؟ همون دوستی و صداقت و رومانتیک و صمیمیت و اینا رو داشتی، درسته؟ خب من میخوام اینجوری بهت بگم که نمیشه با کسی تو صمیمیت مشکل داشته باشی و جذابیت مشکل نداشته باشی. ببین شاید مفهوم جذابیت مثلا واسه ما یاد این جذابیت گفت اصلا جذابیت پرسپکتیوی که خودت داری رو شامل میشه. ترجمه نظرم میشه؟ یعنی سکس نیست، قیافه طرف نیست. شاید مثلا من جذابیت اینو میخوام از ذهنتون بیرون کنیم. منظور از جذابیت قیافه طرف نیست، ظاهر طرف نیست. حتی شخصیت، اون یه تمام شخصیت جذابی داره. پرسونالیتی جذابی داره. ادبیات جذابی داره، روی کردش من مثلا اونا همه واسه ما چیه؟ تو جذابیت معنی پیدا میکنه. شاید در مورد خودشون مثلا جذابیت تو در ارتباط با اون آدم براشون به سوال گرفته. یه چیز دیگه هم هست، ببینید ما برای چی اینو کشیدم؟ برای اینکه ریشه هاشو ببینی، برای اینکه من واقعا ممکن مثلا من طرف میاد اینجا 4 تا المان نام میبره برای شما، میفهم یه دستش پایینه، اگه بهش بگی عمرن بپذیره. چرا نمیپذیره؟ نمیتونه ببینه دیگه. اینکه شما میگی من توی همدلی داشتم، میگم خب چقدر بولد بوده که دیدی اینو و خیلی هم خوبه که دیدی. اما میگی تو همدلی اگه میگفتی صمیمیت مشکل نداشتیم، میگفتم آها برام بالا. ولی وقتی میگه که تو صمیمیت هم مشکل داریم، میگه که پس این از این و این ساخته میشه. پس نمیشه که تو با این که محصوله مشکلش باشه، این جایی توش نقش نداشته باشه. اصلا به نظر من احترام هم مشکل داره تو رقابت. مثلا نمیدونم چرا، ولی احساس میکنم مثلا گاهی اوقات که رقابت میکنم میخوایم به طرف ثابت کنیم ببین دیدی تو این حرف درست نبود، تو داشتی اشتباه میکنی، مثلا میخوایم روش رو کم کنیم. یه جوری انگار داریم شاید گاهی اوقات داریم احترامش رو کم میکنیم. نه محصول این ممکنه در انتها بقول دوستمون بی احترامی و غیر و ذالک باشه، ولی
خود رقابت اینجوری نیست که من رقابت میکنم برای این چی میخوام به طرف بی احترامی کنم. چون خود فکر میکنی احترامشو نگرد دغدغه احترام راست میگه اینجوری بسرش کنم ممکنه در انتها شکل بگیره ولی در خودش وجود نداره. فقط فکر میکنی بی احترامی نکرد باش حرفش. بعد یه چیز دیگه بهتون میگم، حتی من ممکنه با یه آدم تو مذاکره های مختلف در موقعیت های مختلف متفاوت عمل کنیم. اونجا کجا هست؟ این هم موقعی با طرف مقابلم بر سر پدر و مادرش موقعیتم چیه؟ رقابته. اما بر سر محل زندگیم موقعیتم چیه؟ اجتنابه. چرا ممکنه یه آدم اینجوری باشه؟ مثلا توی یک موضعی مشترک هم تعریفشون تعریف مختلف هست یا احترام پدر مادر نمیذاره چون یه احترامی قبلا شده. این یه بخش قضیه هست. احترام مشترک هم داره دیگه. یه بخش دیگه اینه که با چی تعریف؟ با یه کامپلکس تعریف. و من نمیتونم بیام به شما بگم که فقط یه تیکه ای از این رو بکنم بگم که این شده کسی پیشتون بیاد بگه که آقا من طرف مقابلم رومانتیک نیست. درسته؟ ما مثلا خیلی کلام میبینیم یا کوچولو میبینیم؟ کوچیک میبینیم. در حالی که مسئله چون به سمت مرکز نزدیک مسئله کوچیک چرا؟ چیا توش درگیره؟ چیزهای زیادی توش درگیره. اینکه چند درصد اینا ممکنه برای هر کس دوزش فرق کنه، اما من میگم تو پس تو صمیمیت، تو جذابیت و تو سکس یه مسئله عمده داریم با این آدم. تو چی بیشتر از همه؟ تو جذابیت مسئله وجود داره، تو صمیمیت هست یه خوردی باز داخلش هست. پس چرا میگه تو جذابیت نمیگه تو کردی؟ راجع به هر چیزی مثلا یه زن شوهر راجع به یه چیزی ممکنه یه جوری باشه نموداره بعد همون زن شوهر راجع به نه نه عشق اینه من میگم این هم هست. من میگم که بعضی وقتها که ما با مثلا دو تا روی کرده یا آدم طرفیم عموما این اتفاق نمیفته. معمولا اینجوریه که ما معمولا اگه سازش کنیم همه جا سازش میکنیم چون تریت غالب ما این میشه. اگر مذاکره کننده ایم، عموماً مذاکره کننده ایم. تنها جاهای این تغییر میکنه که دیگه طرف مسئله نیست، گیرم منه. میدونی منظورم چه؟ یه جایی در درون من یه آسیبی به من وارد شده که تو که با اون آدم خاصی تو موقعیت خاص روی کردم عوض میشه. مثلا یه اتفاقی تو کودکی براش افتاده باشه نسبت مثلا به منزل یا خونه یه حساسیتی درش وجود داشته باشه این زمینه ای که حالا مثلا خرد خونه مکان خونه چون اون هیستوری خودش اون اتفاق برای خودش یعنی مثلا شخصی شده باشه اون قضیه بیاد سازش رو مثلا بیاره توی کارش البته مثلا عملا مشکل خودش با اون قضیه خودش با اون قضیه مشکل داره. بذار یه کوچولو چیز کنم. همسر من با من عموماً جنگ و رقابت داره بر سر موضوعاتی که تو زندگی دارم. یعنی چی؟ همدلی و جذابیت مشکل داره. اما بر سر مفهومی به اسم یعنی چی؟ چیزی مثلا بهتون بگم که در رابطه با مادرم یا پدرم وقتی پای اونو میاد وسط همیشه من چیکار میکنم؟ اجتناب میکنم با این آدم. یعنی همیشه یا سازش میکنم با این آدم، یعنی پای اونو میاد وسط میگه مجتون بگیم همیشه رقابت داریم تو خونه صداشان یه حدی بره بالاتر که من فکر کنم همسایه ها میفهمن موقعی هم چی میشه؟ دیگه کوتاه میاد. اگه فکر کنم آبروم تحت تأثیر قرار گرفته ممکنه چکا کنم؟ پس ما میجنگیم. یعنی ما روی کردمون عموماً یکی از این هاست تا زمانی که یک چیزی در ما انگولک میشه که چی ماست؟ منافع. نه، بزرگترین گیر شخصیتی من اونجا قرار داره.
آفرین. یعنی من با مسئله به اسم آبرو شدیداً مسئله دارم. یعنی تا قبل از اون اوکی همه چی به اون که رسید داستان عوض میشه. یا مثلا من همه جا سازش میکنم پای پدر مادرم که میاد چی میشه؟ دیگه این حرفا نیست. مثل مراجعی بود که خیلی جالب بود، اومد گفت که خیلی آروم خیلی آروم یک پسری بود، میگفت که من همیشه سازش کردم، من همیشه جامو به کسی مثلا میگه میخوام پارک کنم میبینم طرف من تازه میخوام برم تو پارک، یکی دیگه میاد میگفت کتا میاد فلان فلان، میگفت یک این سری من رفتم یه جایی پارک کنم با بابام بودم، من گوشیم زنگ خورد، من پیاده شدم که تلفن رو جواب بدم بابام رفت پارک کنه، بعد دیدم یکی اومد رفت تو پارک، بعد داشتم تلفن صحبت میکردم احساس کردم که با پدرم داره چیکار صحبت میکنه؟ داره بد صحبت میکنه، میگه دیگه حالی نشد چه اتفاقی افتاد ولی دیگه از مثلا بیمارستانش از کلانتری به بعدش رو یادم میگه. بابا دوستان گفت چیکار کرده بود؟ طرف رو بافته بود اصطلاحا. پس چجوری یه آدمی که اینقدر سازش میکنه، اینقدر آروم، اینقدر همیشه گذشته و نمیدونم فلان و فلان و فلان، یه دفعه جایی استراحت میگه حتی متوجه نشدم توهین کرد یا نه، میگه من فکر کردم توهین کرد، یعنی نرسید اصلا به اون عمق. بخشی پیش بگم شما گفتی که رومانتیک بودن اگه کسی مشکلش پیشتر تو مسئله جذابیت مشکل داره، من میگم چرا؟ خب نمیگی مثلا تنجا پنجا هندن یا جذابیت چرا بیشتر بار جذابیت و سنگیتر کردی؟ جذابیت مزید. من میخوام بگم که هم جذابیت، هر دو تاش هست، حتی گفتم درصدی که ما میریزیم، من فرض میکنم همه اینا یکسانه چون عکس کشیدم، ولی میخوام اینجوری بگم حتی این همین اوماتیک ممکنه 1% جذابیت توش باشه و 99% خارج بشه. متناسب رابطه تو دیگه این تناسبی که من میکشم نیست که. آدمای اوماتیک بیشتر جذابن دیگه از طرف اون طرف مقابل. جذابیت عمومی من میگم حالت نرمال این شکلی تقریبا. خب ولی اینکه بیام بگم دنیای واقعی هم همینقدر هارمونیکه نه اینجوری نیست. مثلا من جواب سوالمو نگیرم. من میگم این که تو نمیدونی شما گفتی من اصلا کارش از معلومه که صمیمیت رو اسم بردم چون داشتم ارمان اون برای میشمردم بخدا این صمیمیت رو اشتباه گفتم، ولی جزش اون نیست که به خاطر همون جواب اونه. اسم چی بود؟ من میسم. من میگم میسم رقابت درسته؟ من میگم که قطعا همدلی و جذابیت توی مسئله دخیل هست، تو همدلیشو میبینی؟ من میگم جذابیتشو نمیتونی. و بحثم چیه؟ میگم که مثلا مشکوک نمیشی که چرا جذابیت رو نمیتونی ببینی توش؟ و حتی احساس نمیکنی با من داری میجنگی سر این که ثابت کنی جذابیت نیست؟ چون که المان‌هایی که برای من به عنوان جذابیت یا برای طرفم هر دوتاش مثلا حضور داشته تو هر دو طرف همون که حتی اگه به اشتباه هم باشه وقتی من اسمش رو جذابیت بذارم هر چیزی برای من تعریف جذابیت رو بده با اون طرف واسه جذابیت وجود داره دیگه. نه اوکی، آیا تعریف تو همین تعریف جهان شموله؟ تقریبا. من میگم تو با تعریف خود ببین، من میگم تو تعریفی داری واسه جذابیت، ممکنه تعریف تو با این منطبق نباشه اصلا. تو میگی من تعریف خودم مبنامه میگم، نه میدونی منظورم چیه؟ من میگم که تو برای رابطه شاید چیزی تعریف کنی، تو شاید تعریف کنی که اشتراک داشتیم تو دو طرف، این دیگه بس دیگه نمیشه. نه نمیگم مشکل، من میگم که اگر رقابت وجود داره آیا این رقابت باعث میشه که نتونی احساسات منفی تو رابطه خوب بیان کنی؟ دعوا میشه، ول میشه، همه چی میره. من میگم که اگر اینه پس دو تا گیر وجود داره، من دو تا گیر اینجا هست که با هم ترکیب میشه، چه همدلی و جذابیت جزء بشه. تو میگی من همدلی رو میبینم، جذابیت رو نمیبینم، به این دلیل که ما تعریفمون از جذابیت تو تعریف خودمون از جذابیت نمیگنجه. من میگم تعریف شخصی شما ممکنه راست میگی، ممکنه من میگم جذابیت اینقدر کوچیک تعریف کنم که اصلا هیچ چی جزء بش نشه، انتخاب شماست دیگه. ولی من میگم همه داستان اینه، من میگم حتی
اینکه تو الان راجع به این موضوع میخوای اثبات کنی که توی مقوله جذابیت مسئله ای نداری، خودش دلیل بر اینه که اتفاقا توی مسئله جذابیت مسئله داری، وگرنه دلیل نداره میخواد اثباتش کنه. تو توی رابطه اصلی اصلا من میگم که من عرفم همه غلط، تو خودتون رابطه مشکل نداری باش دیگه، ولی یه چیزی در ناخودآگاهت اومد اینجا با ما بجنگه، اصطلاحا یه جورایی انگار اومد اثبات کنه، انگار اومد اراده حیثیت کنه، که من میگم خب چرا اراده حیثیت؟ چرا تو رفتی تو موضعی که از خود دفاع کنی؟ مگه من نقدت کردم؟ تو رفتی تو موضعی که از خود دفاع کنی؟ کی به تو حمله کرد که تو خواستی ازش دفاع کنی؟ من که نکردم که این رقابت خیلی وقت اصلا بر خود من وقتی بحث احترام از مشکل پیدا میکنه به رقابت میرسه بحث و چالش دیگه طرف هم احترامی که من به نظر منه برای من قائل نیستش بعد اون وقت دعوا میشه این که شما میگید فقط هم که جذابیت یه احترامی ما این چی میداریم؟ ما وقتی حرف از این مفاهیم میزنیم تو میگی احترام، من میگم احترام یعنی چی؟ یعنی سلام و طرف و علیک گرفتن مفهوم احترام داره؟ یا نه؟ من میگم جلوتر میگم کاور یه چیزی گذاشتن فرق میکنه. تو میگی که چی؟ تو یه مثال عینی بزن ازش از یه موقعیت. مثلا یکی بچه ها مثلا شوخی اینا یه حرفی من زد تو بسن خود شفاد داره. خب بعد من اینا یه بحث احترام که برای مطرح شدش اون بحث احترام نیست. به چی تو حمله کرد؟ شخصیت تو جزء کدومه؟ یعنی من میگم پس تو چرا بهت برخورد؟ تو یه چیز مسئله با این داری دیگه، تو با یه چیزی تو شخصیت خودت مگه حمله کرده؟ ها؟ حمله طرفش کردی. چرا حمله طرفش کردی؟ همین داستان هم همینه، ریشه این که چرا بهت آفرین همون داستان هست، انگار که تو رو قضاوت داریم کنه، انگار که داری چیزی از پرسونالیتی تو که اتفاقا هم خیلی برات مهمه رو زیر سوال میبره، معلومه بهش ناراحت میشی باش برمی کنیم و میخوایی بهش ثابت کنی که نه این طور هم نیست، چالش میکنی سرش ما میجنیم خیلی باقی بود نه ببین به یک این من میگم احترام اون کاورشه که من اسمشو میذارم احترام، ولی من میگم احترامه نیست، احترام کاوره منطقی من برای درگیر شدن با اون آدمه. خب ما تو همه دعواهامون بلا استثناء مگه میتونیم چیزی غیر از احترامش چیز قرار بدیم؟ آره دیگه، ما میگیم که بهم بی احترامی کرد، اصلا غیر از این باشه دعوا بی‌معنیه، میتونی بعدا بگیم که خب تو سر بچه دعوا کردی، باید ببریش توی مقوله مفهومی، نمیتونی بگی که به مثلا چه میدونم یه چیزی که خیلی جزئی بخوام برم به صمیمیت من یه چیز شد، به صمیمیت من گیر داد من باش دعوا کردم، نه دیگه تش باید ببندیش به این که آقا به من بی احترامی کرد، چون بی احترامیه که به ما مجوز چی میده؟ دفاع از خودمون یا درگیر شدن میده. برم بعدی؟ بله. آخریش برم مذاکره. شاید چی بگه که؟ شاید اینجا مسئله پیش بیاد که مگه مذاکره که اونقدر خوب و فلان و اینا مگه میشه طرف مشکل داشته باشه توش؟ آره کسانی که خیلی مذاکره کنند و منطقی هن. با چی مشکل دارن؟ از این دوتا نمونه دیگه این دوتا اینا اینا بوده این بر با این بر دیگه پس طرف با احترام و چی؟ همش طیفه، ما که وقتی موزر که نداریم بگیم مثلا اینه و بلار استثناء باید با همین درگیر شد یعنی پس حتی ما میریم توی رابطه ای و ما احساس میکنیم طرف ما هم اسرتیوه و هم خیلی مشارکت کننده برای حل کردن
موضوعاتش. من میگم همون آدم هم به دو تا چیزش شک کن. آیا ممکنه کاوریه برای فریب؟ ممکنه. آیا ممکنه تو مفهوم احترام مسئله داشته باشی؟ نه؟ چجوری هم بهش باره کنم؟ همین که اگه مثلا رفتار غالب من مذاکره من گفتم بده. ببین در هم مشکل نمیدونم. من میگم که ببین اگر هر کدوم از این رفتارها ببین برای چی اولش گفتم که منجر به طلاق بشه یا نشه مهم نیست، منجر به جدایی بشه یا نشه مهم نیست، مهم اینه که من توی رابطه هم آقا هر دوتونمون رقابتی چش همو در میاریم ولی باش مشکلی نداریم. به تو چه کلی میگم آقا نه شما این بود ولی من راضی اون راضی اون ناراضی ها میخوام بجنگیم، میخوام دعوا کنم، اصلا میخوام تا صبح سر همون داد بزنیم. همسایه ها رو باید فکر بحث دیگه ای یاد ولی من تمام آره دیگه اصلا تمام شد دیگه، ما چهار تا گفتیم دیگه، حالا داریم بیشتر پروردهش میکنیم. چهار تشو؟ حالا یکی یکی دیگه مقدار ادبیات و قلمش خوب باشه بعد بتونیم این پاورپوینت یه فوتوشاپ چیز اینو بکشیم. نه اون یکی بعد توضیح بده اون بچه ها بودم خیلی سنگینه. این هم بینمون کدومه؟ اون همونه که یه جلسه گفتم بدهی و نمیدونم درآمد و اونو سعی میکنم اصلا یه جلسه اینجا فیلمشو بگیریم. آره فیلمشو سعی میکنم بگیریم، فیلمشو بذاریم، اینو برای کسی دوزی ندیم، خودم برای خودم دوزی بدم که اونو بذاریم اون چی میشه در میاد. خب داشتم چی میگفتم؟ چی داشتم احترام و فرزندگی. آها الان میرسم. پس بد و خوب نداره، من ممکنه هر کدوم از اینا باشه، فقط مثلا اینه شاید ما با هم رقابت داشته باشن دو تا رابطه توی رابطه هیچ مشکل هم نباشه، اتفاقا هر دو اهل مذاکره هن و همیشه گیر داریم. مثالش کجا زدم که طرف میگم مثلا من همسرم همیشه موافقه، همیشه حمایت میکنه، همیشه اوکی میده، مثلا خسته میشه از این شرایط که همش داره میکنه. مثلا من دارم همین میگم دیگه، میگم که اصلا همینجا که اون آدم مذاکره میکنه دو تا مفهوم به اسم احترام و به اسم فرزندگی مسئله وجود داره. و این مسئلهش چی رو تحت تاثیر قرار میده؟ یه پک زیادی رو تحت تاثیر قرار میده. پس اونم یه جای کار ایراد داره. ولی کی ایراد داره؟ من که زمانی که من و شما توی یک رابطه با هم مشکل داریم. یعنی چی؟ یعنی تو میای ادعا میکنی من احساسات منفی خودم رو نمیتونم بیان کنم، دعوا میشه، چی میشه؟ رقابت میکنیم چشم رو در میاریم. میگه پس تو من... پس تو با یه مفهومی مثل همدلی و جذابیت مشکل داری و باید روش کار کنی، هم تو و هم طرف مقابله. یعنی در واقع اگه ما بخواهیم آدم سالمی باشیم باید توی مقابل با اینکه اتفاقات مختلف از همه یه یه پکی از این استفاده کنیم قاعدتا. بس سالم نیست، سالم آدمیه که از هر کدوم استفاده میکنه بگه دوست داشتم به خودم ضرر بوده باش مسئله هم ندارم. بی سالم که میگم مال زمانیه که من رگرت پشیمانی یا احساس گناه یا اینجور علمان ها بعدش سراغم نمیاد. ببین من میگم که شاید این شاید این حرف درست نباشه ولی هر شما میخوام بگم اگر من دوچاره من اگر جرم و جنایتی انجام میدم و بعدش احساس گناهی ندارم من آدم بیمار محسوب نمیشم. نمیشی؟ نه این نگرش کنم یه مقدار فلسفی این قضیه مثل چی میمونه؟ ببینید چقدر متفاوت میتونم حرف بزنم راجبش؟ خب من آره همون عشقی که میگی پس وقتی میگی دختر پسری میرم این تیکش خیلی بلده. خب پس من اینجا میخوام این توازن الزاماً وجود نداره واقعا، چون ما ببین با آسیب های زیادی تو زندگی بزرگ میشیم که به دنبال ارضای اونایی. ممکنه واقعا کسی تو رابطه این من نوعی تو رابطه اصلا این تیکر نخواد، مجبورم به خاطر اینکه بتونم اسم این چیزی اون عشق بذارم اون وسط تن دارم. یعنی چه میدونم با این تیکه خیلی مشکل دارم، اصلا میخوام طرف همه توجهش رو بذاره که این تامین شه. آقا من اعتماد نفسم پایینه تو موزه، میخوام طرف به کوب رو این کار کنه 24 ساعت.
اونا هی کمرنگ و کمرنگ میشه در دل این قرار میگیره. یعنی مثلا میگم یک نمودار اینطوری مثلا در میاد، ممکنه مثلا همچین نموداری داشته باشه. خب من میگم راست میگی دیگه، خب اینم پس عشقه دیگه، اون وسط یه چیزی میمونه، اون وسط هم عشقه. خب پس نمیتونم با قاطعیت بیام بگم که کسی هست که همه چیز این رابطه واسش اوکی باشه. نمیشه. چه مثالی؟ یه مثال بچه‌ای. ببینید من میگم چه وقتی به حرف از کار کردن روی هر کدوم از این مفاهیم میزنیم و وقتی میگم بیایم رو همدلی کار کنیم، یعنی که اول تعریف کنیم همدلی چیه. من نوعی با همدلی مسئله دارم. من ظاهرا نمیتونم با همسرم سر مفهومی به اسم همدلی به تعریف مشترک برسم، با هم دعوامون میشه. باز بازترش کنم، یعنی اگر که همسر من رفت بیمارستان، ما همدلی رو این میدونیم که بلشیم خودمون رو آباتیش بزنیم 10 دقیقه بعد اونجا باشیم. یعنی مثلا خواسته همسر من، در حالی که من احساس بکنم که حالا رفته دیگه، یک نداره یکی دو اصلا باش بودن دیگه، خوب میشه میگه باید تنهاش بذار، بیمار رو باید تنها گذاشتن. پس نمیتونم بگم مفهوم من غلطه یا اون غلطه، بر سر این مفهوم ما با هم مشکل داریم. و این خودش کجا نشون میده؟ وقتی با احترام ترکیبش میکنم تو اجتناب خودش رو بیشتر نشون میده. دو سال من تفیه سوال از جلسه پیش بپرسم. بذار این جلسه جمع کنیم، حتاشو به لفاش ببخشیم. تمام شد؟ یکی دو دقیقه دیگه الان؟ نه یه دو ببینید. من یه چیزی فقط خواستم خرید بگیرم که گفتیم به مذاکره احترام و فرگرد این مشکلی داره بود کابله میتونه کاور بشه. ببین من میگم که اصلا همیشه وقتی که توی جای همه چیز خوبه، همه چیز اوکیه، من و تو سر همه چیز با هم مذاکره میکنیم و به توافق میرسیم. من میگم یه جای کار نباید ما سر همه چیز به توافق برسیم. یکی داره نقش بازی میکنه، یکی نه، حتی همه این مفاهیم دوسویه است. یعنی من نقش بازی میکنم، تو هم از نقشی که من بازی میکنم لذت میبری، من دارم ادای یک شوهر و همسر خیلی خوب رو برات بازی کنم، تو هم ادای یک زنه که اون آفرین. مثل 4 نفر آدم میشنن راجبه یه شعری که نه سر در میارن و بعدش از چند کنن و آفرین آفرین چی چه خوب گفت شاعر. یا مثلا از این نقاش های چی چی هست پست مدرنیته، یه چیزی که مشخص نیست کیه. تو خیلی مثلا بچه های لیسانس هنر میرن و میستن آو آفرین اینجوری بسته کنه، این کار بنده قابل مقایسه. بس برسی تا فوق لیسانس بعد بیا بشین راجع به این موضوع صحبت کنیم. ولی ایرادی هم نداره، نمیخوام نقدش کنم. مثلا اینه خوش چون نفر آدم با هم خوشن راجع به این نقاشی دیگه، هیچ ایرادی نداره. ولی دوشان توهم بشم که منم میتونم اونو بکشم، اونجاست که ریالیتی آسیب میبینه، یعنی واقعیته. چرا خب تو بقیه‌اش هم خوبه جان؟ اون نه بقیه‌اش هم ممکنه باشه. میگم مسئله داری دیگه، حالا چه مسئله‌ای داری؟ من